بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت میخواییم در مورد بحث عبارتهای گویا مطالبمون رو ارائه بکنیم. بسیار مهم هست و این مرحله در سال دهم و یازدهم و دوازدهم تو دبیرستان خیلی کاربرد داره و ما اهمیتش رو توی کنکور خواهیم دید در آینده انشالله. این فصل بسیار مهمه و خواهش که دوستان دارم این هستش که روی این مبحث دقت داشته باشیم. پیش نیاز این مبحث بحث اتحاد و تجزیه است، یعنی شما باید حتما مباحث اتحاد و تجزیه رو خوب بلد باشید. این خیلی مهمه و واقعا اهمیت داره. معمولا بچه‌ها تو این مبحث خیلی مشکل دارن، خیلی گیر و بور دارن و واقعا خب تو سال دهم ما این موضوع رو خیلی جدی داریم می‌بینیم و باهاش لمس می‌کنیم و گیر اصلی بچه‌های ما تو بحث اتحاد تجزیه است. یعنی دانش آموز اتحاد خیلی ساده رو شاید ندونه. عبارتی خب عبارت گویا رو تعریف کنیم. این عبارتی کسری که صورت مخرج آن، دقت بکنید بچه‌ها، یک چند جمله‌ایه. چند جمله‌ای درجه N، یعنی هر درجه میتونه داشته باشه، درجه 1, 2, 3, 4 فلان. ایکسای ما توانهایی از اعداد طبیعی هستن، ایکس درجه 1, 2, 3 تا آخر. با این تعریفی که داریم مطرح میکنیم، هر چند جمله این نیز عبارت گویا محسوب میشه. مثلا یا کنید یه عبارت داریم به این شکل، مثلا داریم ایکس به علاوه 1، این یک چند جمله درجه 1ه. خب چند جمله درجه 1 ما اتفاقی داره میفته الان، مثلا یه عبارت کسریه، خب کسرش مخرجش 1 دیگه، واضحه. چند جمله ها نیز زیر مجموعه عبارت های گویا هستن، یعنی در نتیجه عبارت های به این شکل گویا هستن. ببینید آقا الان یه عبارت گویاه، ایکسش تو صورت من نیاکنه تو صورت ما توانش این در واقع عدد ما 2ه، مخرج توانش 1ه، که اصلا یه عدد گویاست، عدد گنگه، ولی خب عبارت گویاست. صورت رو نکن، توان 1، مخرج توان 0. ببینید بازم دارم تاکید میکنم عدد 2x هم این 2 در واقع 2 در x به توان 0 منطقه. نباید توانش رو 0 در نظر بگیری، چون اگه بگیری ایراد علمی پیدا میکنه، وقت شما x رو نمیتونی 0 مثلا بعدم بذاری. مثلا توی عبارتی که اینجوریه، ببینید مثالش رو نیا کنید، مثلا یه عبارت داریم 2 به روی x به علاوه 1. من نمیتونم x به توان 0 بگیرم، چون اگه x به توان 0 بگیرم x رو دیگه 0 نمیتونی بذاری، چون 0 به توان 0 تعریف نشده است. ولی در واقع در دل این موضوع چنین مبحثی هست. این جمله رو عدد 2 رو میگن جمله درجه 0. عدد 0 کلا عدد حساب جمله، در واقع جمله درجه 0. این درجه 1 میبینیم، این درجه 1 به هم تقسیم شده. ولی یه عبارتی مثل این، ببینید x توان شده، این در واقع عبارت چند جمله‌ای نیست، یا x تو رادیکال رفع توانش در واقع دیگه این نیست، یعنی یا که توان x 1/2، یعنی دیگه گویا نیستن. حتما باید صورت مخرج من چند جمله‌ای باشه، این عبارت چند جمله‌ای باشه و درجه هر صورت هم درجه n، n هم بعد عضو این باشه. دقت بکنید این موضوع بسیار مهمه. دامنه عبارت های گویا، همونطوری که میدانیم مخرج کسر اگر صفر باشه عبارت تعریف نشده است. مثلا نیا کنیم داریم یک ایکسوم، آقا یک ایکسوم یک عبارت گویاه، صورتش یک عدد درجه صفره، مخرجش هم درجه 1ه، ولی ما ایکس رو صفر نمیتونیم قرار بدیم. اگر x رو صفر قرار بدیم چه اتفاقی میفته؟ خب مخرج تعریف نشده میشه. ما تو ریاضی یک صفرم، ما تو ریاضی یک صفرم نداریم، تقسیم بر صفر ممنوع، جواب نداریم. پس دامنه یعنی چی؟ دامنه عبارت گویا یعنی تمام مقادیر اعداد. دامنه اصلا یعنی چی آقا؟ تو دهم موضوع خیلی واضح مطرح میشه. دامنه یعنی چی؟ یعنی تمام مجموعه اعداد مجاز و ممکنی که شما میتونی به این عبارت معرفی کنی. یعنی مثلا شما به این عبارت صفر نمیتونی بدی، اما یک رو میتونی بدی، دو رو میتونی بدی، منفی پنج رو میتونی بدی، یک پنجم رو میتونی بدی، رادیکال رو میتونی معرفی بکنی. یعنی من میتونم یک رو رادیکال رو بدم، اشکال نداره که عدد به دست تو ماشین حساب بزنی محاسبه میشه، اما صفر رو نمیتونی به معرفی بکنی. دامنه یعنی چی؟
دامنه یعنی جمع بنویسم یعنی اعداد مجاز. مجاز اعداد مجازی که میتونیم به این معرفی بکنیم، اعدادی که بتونه این عبارت ما رو قابل محاسبه بکنه، پس نمیتونیم اخذ صفر بذاریم. پس دامنه عبارت گویا چیه؟ میگیم تمام اعداد حقیقی عضو R چه مخرج صفر نکنه. اگر مخرج صفر کنه کار ما خراب میشه، باید تو دامنه همون حذفش بکنیم. یعنی دامنه در واقع دامنه یک جعبه است، یه جعبه یه سبده، توش پر عدده، بی شمار عدده، تمام اعداد اعداد عضو R اعداد حقیقی تو دل اون هستن. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ تو اون سبد ما، تو اون جعبمون بیایم چیکار بکنیم؟ اعدادی که مجاز نیستن و ریشه مخرجن چیکار بکنیم؟ یعنی در واقع مخرج رو دارن صفر میکنن، از تو اون جعبه در بیاریم بذاریم کنار. حالا ما بقیه این اعداد دیگه مجاز میشه. سوال نگاه کنیم. میگه دامنه هر عبارت گویای مقابل رو به دست آورید. خب آقا من چیکار میکنم؟ میگم تو این قسمت اول مخرج من x2 منهای x، ببینم این کجاها صفر میشه. ببینیم کجاها صفر میشه. اینو مساوی با صفر قرار بدیم. اگه x فاکتور من بگیرم میشه x منهای 1 مساوی با صفر. یا این صفره، این دو تا عبارت دارن تو هم ضرب میشن. ببینید اینجوریه، دو تا پرانتز دارن تو هم ضرب میشن. یا پرانتز اول صفره پس یعنی x صفره، یا پرانتز دوم صفره یعنی x منهای 1 صفره، که این میشه x مساوی با 1. حالا دامنه ما چی میشه؟ دامنه ما میشه کل اعداد حقیقی، کل اعداد حقیقی منهای مجموعه 0 و 2. مجموعه 0 و 2 باید چی بشه؟ حذف بشه. یعنی از اون جعبه بزرگ که توش همه اعداد حقیقی وجود دارن، بعد شما چیکار کنید؟ 0 و 2 رو از توش برداری. حواست باشه آقا این منفیه تو این 0 و 2 اثر نمیکنه ها، ننویسی منهای 2. این منفی منظورش تفاضله، تفاضل دو مجموعه است، تفاضل دو مجموعه. این از این. بریم بعدی. بعدی رو نیا کنیم آقا. بعدی دو تا اتفاق داره میفته. یک منهای دو ایکسون، این اگه صرف بشه کار خراب میشه. از طرفی مخرجش هم اگه صرف بشه کار خراب میشه. یعنی مخرج خود این هم نباید صرف بشه این. پس من میگم آقا یکیش صفره که باید از تو آر درش بیارم. اگر من اینجا صفر بذارم دو تقسیم بر صفر چی میشه؟ میگم هیچی، مبهمه، جواب نداره. پس یکی منهای صفر هیچی اصلا کلا، پس صفر رو باید درش بیارم. و یکم اون چیزی که این داخل داره صفر میکنه به دست بیاریم، اینو حل بکنیم. این منفی یکه برو، یکه برو اون بر میشه منفی دو ایکسوم مساوی با منفی یک. به یه منفی طرفه بزنیم میشه دو ایکسوم مساوی با یک، ایکس بره بالا ایکس میشه دو. این هم مشابه اون سواله، با هم فرق دارن، یکی نیستن. حالا دامنه این میشه آر منهای عدد صفر و دو. آقا دو کجاش مشکل داره؟ نیا کن دو تقسیم بر دو یک، یک منهای یک میشه چند؟ صفر. مخرج چی شد؟ صفر شد، خراب شد. پس نمیتونی کار بکنی، مخرج نباید خراب بشه، مخرج نباید صفر بشه. در محاسبه دامنه عبارت‌های گویا قبل، خیلی مهمه، خیلی مهمه این حرف، قبل از تعیین دامنه حق نداریم ساده کنیم. در مورد مورد ب اگه دقت بکنیم، اگر ساده میشد فقط آر منهای دو به دست میمد. من اینو سادهش بکنم؟ نباید سادهش بکنیم، باید همچنین مستقیم باش برخورد بکنیم. مثلا نیا کنیم یه عبارت داریم اینجوری، مثلا x تقسیم بر x، بگیم آقا y میشه x تقسیم بر x. آن چیزی که مشخصه و واضحه و داریم میبینیم، میبینیم مخرجمون یک عبارت مجهول توش وجود داره. به ازای یک عدد این صفر میشه. به ازای چی صفر میشه؟ به ازای خود صفر. پس یعنی من x رو نمیتونم صفر بدم، یعنی از دامنه من صفر خداحافظی میکنه، میره بیرون، صفر رو نمیتونیم معرفی کنیم. حالا یه دانش آموزی برم بده چیکار میکنم؟ خب آقا اینه با این سادهش کن، یعنی بگو آقا x تقسیم بر x میشه یک دیگه. خب آقا یک
یعنی یک عبارتی که همواره یک داره بهت معرفی میکنه. هر چی به ما تو این در واقع عبارت گویای ما تو این دستگاه ما بهش یک معرفی بکنیم چیکار میکنه؟ رادیکال دو به رادیکال دو میشه یک، پنج به پنج میشه یک، سه به سه میشه یک، ده به ده میشه یک، منفی یک تقسیم بر منفی یک میشه یک. خب آقا چه کاری بود دیگه؟ سادهش کن، همه چی میشه یک دیگه. میگم نه وایسا، صفر چی میشه؟ آیا صفر صفر هم یک میشه؟ میگه مخرج صفر شد، مخرج صفری تعریف نشده است، حواست باشه. پس نباید سادهش بکنی، قبل از اینکه ساده بکنی محاسبه میکنی، کارات انجام میدی. این نکته بسیار مهم. حالا ساده کردن عبارت های گویا، یه عبارتی رو قبل از اینکه سادهش بکنم دامنش رو به دست میانم. دامنش رو که به دست بارم یعنی چی؟ یعنی ایکسای غیر مجازش رو چیکار میکنم؟ حذف میکنم. وقتی ایکسای غیر مجازش حذف شد، حالا سادهش کن. حالا سادهش کن. ساده کردن چه جوریه؟ میگم به کمک تجزیه ابتدا صورت تجزیه باید بلد باشی، یا اینه تجزیه اگه بلد نباشی گرفتار میشی. تجزیه خیلی مهمه. به کمک تجزیه ابتدا صورت مخرج به شکل ضرب چند جمله ای ها نوشته، بعد ضربی بنویسیم چون شما هم سادهش کنیم. مثل عدد میمونه. مثلا نیا کنیم میگیم آقا 120 رو من میخوام به 250 سادهش بکنم. مشابه چیه؟ مشابه عدد کسره، همون چیزی که ما قبلا تو دبستان خوندیم، تو راهنمایی خوندیم، توی همین دوره اول خوندیم، میدونیم. مثلا نیا کن من اینجوری بنویسم، میگم آقا این 12 ضرب در 10، این 25 ضرب در 10. خب 10 این با 10 این ساده میشه، میشه 12 25 مثلا. یه مثلا یه مثال دیگه بزنم. فرض میکنیم داریم 100 مثلا 100 تقسیم بره مثلا فرض میکنیم 35، میگیم خب آقا این هست مثلا فرض میکنیم صده مثلا میشه 2 ضرب در 50، این هم میشه 7 تا 5 تا. دارم چی کار میکنم؟ دارم عددمو تجزیهش میکنم، دارم هی کوچولو کوچولوش میکنم. حالا 50 چی میشه؟ میشه 2 ضرب در 10 ضرب در 5 به روی 7 ضرب در 5. حالا این 5 با این 5 ساده میشه. 2 و 10 و 7 با هم ساده نمیشن، میشه 27 تمام. این تو بحث تجزیه خیلی مهمه و اهمیت داره. ما میخوایم همین کار رو انجام بدیم. پس باید به صورت ضرب بنویسیم، ضرب چند جمله ها تو هم دیگه. سپس در صورت امکان عوامل مشترک. الان چیکار کردم؟ جو عوامل مشترک 10 و 10 ساده دارم، 5 و 5 زدم. عوامل مشترک رو از صورت مخرج حذف میکنیم. حذف میکنیم. خب؟ حالا بریم سراغ این مثال اینجا. من میخوام چیکار بکنم؟ بیام این عبارت رو سادهش بکنم. صورت رو نگاه کنید بچه‌ها. اینجا قید کردیم و تذکرش رو دادیم. میگیم آقا اگر در فصل جبر که فصل 5 بود، تجزیه رو خوب یاد نگرفته باشی و یاد نگرفته باشی، اینجا گرفتار میشی. میخوام تجزیه کنیم. صورت مشخصه، اتحاد چیه؟ رفقای عزیز، بچه‌های عزیز، اینو کی دارم بهتون میگم؟ این مبحث مال عدنه که تو نهمی. خیلی از بچه‌ها میرن مثلا پایه 12 هم تجزیه نمیتونن انجام بدن. طرف تو کنکور میرسه نمیتونه کار انجام بده. خیلی مهمه اونجا. پس الان از الان باید یاد بگیریم مبحثو. از الان باید روش وقت بذاریم. مثلا میخوام تجزیه شون صورتش رو نگاه کنم. صورت اتحاد مزدوجه. این میشه x منهای 5 در x به علاوه 5 تقسیم بره. مخرج رو نگاه کنید. مخرج یک عبارت چند جمله مشترکه. ضرب شده 5 جمع شده منفی 6. دو عدد پیدا کنید که ضربش بشه 5. اولم از ضرب شروع میکنیم اگه یادتون تجزیه باشه. خب چی باعث میشه که ضربش بشه 5؟ میگیم 5 یکی. خب 5 یکی که نمیشه 6 که جمعش. میگیم خب پس منفی 5 ضرب داره منفی 1. پس اون دوتا عدد من جمله مشترک x منهای 5 در x منهای 1. دو عدد ببینید جمله مشترک x دو تا عدد پیدا کردم که ضرب شده 5 جمعش هم شده منفی 6. خب الان نکنه عوامل مشترک رو هم ساده کنیم. این عامل مشترک با این عامل مشترک خدافظی میکنه میره. تو صورت چی میمونه؟ x به علاوه 5 به x منهای 1. اینا دیگه با هم ساده نمیشن. نیای اینو با این ساده کنی ها، این کار غلطه ها، این کار خیلی غلطه، نکنی از این کارا.
چرا؟ چون قبل از اینکه این عملیات تقسیم تقدم عملیات مهمه، قبل از اینکه این تقسیم این x رو با x داری ساده میکنی و این کار غلطه، قبل از اینکه این تقسیم انجام بشه اول باید این با این پنجه جمع بشه، اینم با این منهای یکی جمع بشه، بعد به هم تقسیم بشه. حق نداری اینو به هم تقسیم بکنی، غلطه این کار. نکنیم از این کارا، از این معجزات توی ریاضی انجام ندیم. معجزات عجیب غریب و محاسبات عجیب غریب بچه ها اینجا شروع میشه. از بحث اتحاد تجزیه رفقا شروع میکنن به محاسبات و کارهای عجیب غریب و مثلا معجزه ایجاد میکنن توی ریاضی. نکنیم از این کارا، این خطاهاست که یهو قصه ای میشه و کار خراب میشه. ضرب و تقسیم عبارات گویا مثل ضرب و تقسیم اعداد الان انجام میدیم. تنها فرقی که وجود داره اینه که شما به جنگی داری عدد رو ضرب و تقسیم میکنی با چند جمله ای طرف هستی. در ضرب ها پس از تجزیه صورت مخرج، بعد از تجزیه صورت مخرج هر مخرج رو میتوانید با هر صورت ساده کنید و در تقسیم کافی است ضرب رو، یعنی کافی است تقسیم رو به ضرب تبدیل کنیم. ادامهش هم مشابه ضربه. مورد مثال رو نیا کنیم. خیلی مبحث راحتیه، ولی اصل موضوع، ریشه موضوع کجاست؟ ریشه موضوع بحث اتحاد و تجزیه است. اینجا نیا کنید، آ به علاوه سه به روی دو آ به علاوه یک. ببینید اگه من یه ضرب میدیدم خب نیا تجزیهش میکردم، تموم شدیم چون داره به هم ضرب میشه. حالا که تقسیم میبینم میام نیا چیکار میکنم؟ اینو سراتر میکنم، حالت دوم سراتر میکنم. نیا کنید، ده تقسیم بر دو میشه پنج. حالا شما یه فرمت دیگه، مدل دیگه بنویس، میگو آقا ده، من میخوام تقسیم نرم، تقسیم بلد نیستم، میخوام ضرب برم، چی کار بکنم؟ میگم آقا اینو ضربش کن، اینو سراتر کن، یعنی بکنش یک دوم. خب ده ضرب یک دوم که میشه پنج دیگه، این میشه پنج. پس عملا این همونه، این همون عمل کرده داره، من اضافاتش پاک بکنم اینا رو. یعنی انگار تو اعداد اینه، تو عبارت‌های جبری هم همینه، چون عبارت‌های جبری جایگزین و نمایندگان بیشمار اعداد هستن. اگر شما قرار باشه مثلا این رو با این ساده بکنید، این یعنی دیگه یک عدد به یک عدد تقسیم می‌کنیم، متأ جایگزین و نماینده اون اعداد هستن. حالا من میام این تقسیم رو میکنم ضرب و این عبارت باید برگرده، یعنی بشه چهار آ دو منهای یک به روی چی؟ آ دو بی دو به روی به علاوه سه آ بی. چه کردم؟ این رو جا به جا کردم، سرعتش کردم، اینم کردم ضرب. حالا نیا کن چه اتفاق میفته؟ اتفاق باحالی که اینجا داره میفته اینی که من بیام اینو تجزیهش بکنم، صورتم رو بیام تجزیه کنیم، این اتحاد مزدوجه، میشه دعا منهای یک در دعا به علاوه یک. خب این با این ساده میشه، خداحافظ رفت. اینم بیام چیکار بکنیم؟ بیام با فاکتورگیری بریم جلو. از یه دونه، خوب دقت بکن چیکار دارم میکنم، از یه دونه آبی فاکتور میگیرم. دقت کردین؟ از یه آبی فاکتور بگیرم، از اولی میمونه آبی، از اونم میمونه سه آ، درسته؟ ببخشید، از میمونه سه، مساوی میکنم، از اینم میمونه سه، مساوی با مساوی با صورت میشه آ به علاوه یک در دو آ منهای یک. ببینید از صورت من این موند و این، از مخرج منم فقط آبی میمونه در آبی به علاوه سه، درسته؟ تموم شد. اینا با هم ساده نمیشن، اینا با هم این میشه آب علاوه سه، اینا با هم ساده نمیشن، همینجور میمونن تا آخرش، که همینجور با هم میمونن، نه این مشابه اینه نه این مشابه اونه، نه همینجور با هم تا آخرش میمونه. جمع و تفریق عبارت های گویا، آقا همون قصه که توی عبارت کسری داشتیم، مخرج مشترک میگرفتیم، باید مخرج ها رو کاملا تجزیه کنیم. اگه ساده میشن که ساده میشن، صورت رو مخرج ساده میکنیم، سپس مخرج مشترک میگیریم، یه همون کاری که تو بحث، یه همون کاری که تو اعداد میکردیم.
مخرج مشترک برابر با حاصل ضرب عوامل مشترک با بیشترین توان در عوامل غیر مشترک. یعنی کمینی یعنی کمینی خودمون یعنی کمینی اگر تو کوچکترین مظهر مشترک با همون توانی که داره. خب حالا اینجا نیا کنیم، ما میخوایم ضرب رو انجام بدیم، میخوایم این در واقع عبارت رو تفریق کنیم از هم دیگه. این دوتا تو هم ضرب بکنیم، در واقع مخرج مشترک این دوتا رو هم ضرب بکنیم. خب تو بحث اتحاد تو فصل 5 دوستان خدمت شما توضیح دادن که الان این چیه، این اتحاد چاق و لاغره. تو هم اگه ضربشون بکنیم مخرج ما این تیکه اول، این اگه توی من ضرب بکنم مخرج مشترک من چی میشه؟ مخرج مشترک اونجا بنویسم، مخرج مشترک من میشه آسه به علاوه یک، اولی به توان سه، در دومی به توان سه. حالا نیا کنیم پس مخرج مشترک این شد. حالا که مخرج مشترک اینه، پس چی توی این ضرب بشه که بشه این؟ دیگیم این، پس صورت بالای من یک در این بعد ضرب بشه، یعنی آدو من های آ به علاوه یک. این مخمن های من ها پشتش یه داشت یادمون نره، این باید تو چی ضرب بشه که به این تبدیل بشه؟ میگیم در آی به اضافه یک، پس صورت اونم تو آ به اضافه یک ضرب میشه، میشه آ من های یک در آ به علاوه یک. من های دو میگیم آقا این آ به اضافه آسه به اضافه یک تو چی ضرب بشه؟ بشه آسه به اضافه یک، تو یک. خب اون دو هم تو یک ضرب بشه، یعنی دو یکی. حالا در کنی صورت ما چه اتفاقی میفته؟ صورت من میشه آ دو من های آ به علاوه یک، یعنی یک تو این من های این اتحاد مزدوجه، میشه آ دو من های یک، منفی هم پشتی ضربه، میشه من های آ دو من های یک با هم میشه به علاوه یک، درسته؟ من های دو یعنی آ آسه به علاوه یک، مخرج مشترک هم نره. حالا نکنید این با این خداحافظ میره، این یکم با این یکه و این منهای دو هم میره. تو صورت چی میمونه؟ تو صورت من داریم یه منفی آ داریم و یه آسه به علاوه یک، تمام. آقا این آیه با این آیه آسه ساده نمیشه ها، حواسمون باشه ها، چون تقدم داره، این اول به توان سه بعد به یکه جمع میشه و بعد تقسیم اتفاق میفته، این کاری عجیب غریب نکنیم. پس بعد تقسیم چند جمله ای هست؟ آقا تقسیم چند جمله ای بر یک جمله یعنی چی آقا؟ یعنی سه تا عبارت مثلا دارن با هم جمع میشن، میخوایم به دی تقسیمش بکنیم. این کار چیه؟ به این کار میگن تفکیک کسر. تفکیک کسر، کسرش رو هم تفکیک کنیم به مخرج، یعنی دونه دونه به مخرج جدا کنیم. مثلا نیا کنیم چه اتفاقی داره میفته. یما این عبارت رو من میخوام چیکار کنم؟ بر 2x y تقسیم بکنم، کافی دونه دونه جداگونه تقسیم بکنم، یعنی تیکه اول من 2x y تقسیم بر 2x y من های تفکیک کسر دادم میکنم، من های 4 تا x 2 y 2 به روی 2x y به علاوه 6 تا x 2 y 5 به روی 2x y دونه تفکیک کردن کسر رو. نیا کنید آقا شاید یکی بگه آقا مثلا این سه جمله است، آقا 100 جمله باشه، 1000 جمله باشه، بخوام تفکیک بکنیم میتونیم کار رو انجام بدیم. ببینید چه اتفاق داره میفته، دو با دو میره، y هم با y میره، x به x میشه x 2، قبول؟ چهاره با دو میره، یه منفی هم که داره میشه 4 به 2 میشه 2، y 2 به y میره میشه y، x 2 هم با x ساده میشه میشه x. بعدی نیا کن، به علاوه 6 به 2، 6 با 2 میره میشه 3، x 2 به x این با این ساده میشه میشه x، y 5 به y 4 y با این میشه y 4، تمام. این دیگه بهتر از این دیگه در نمیاد و دیگه با این کار دیگه بهش بیشتر زور نمیره. البته دوستان میتونن چیکار بکنن؟ میتونن مثلا میگم ما بیام چیکار بکنیم، حالا بخوام خیلی دیگه خفن تر این کار بکنیم، مثلا میگیم آقا من از یه ایکس این فاکتور میگیرم
میشه x من های 2 y به علاوه 3 y 4. همین. این بیشتر از اینکه ساده نمیشه. حالا بریم ادامه کار. تقسیم چند جمله بر چند جمله خیلی مهمه و خیلی بچه هم تقسیم رو بلد نیستن. اکثر من تو دبیرستان مشکل میکنن. این آقا مرحله به مرحله به صورت زیر تقسیم میکنیم. این هم مشابه عدده. میگه ابتدا مقسوم و مقسوم علیه به شکل نزولی مینویسیم. یعنی چی؟ یعنی عبارت ما نیا کنید الان این هست 2x، این منهای 3x، 2 این x، 3 این منهای 1 به ترتیب بزرگ و کوچیک از درجه توانشون. یعنی چی؟ یعنی مثلا میایم از خدمت شما عرض میکنم 2x3 شروع میکنیم نوشتن، از x3 عذرخواهی میکنم توان این 3 هست، یعنی از x3 منهای 3x2 به علاوه 2x منهای 1 به ترتیب افت توانشون شروع میکنیم نوشتن. این خیلی مهمه. مقسوم هم در این عبارت تو مخرج هم یعنی ای 2 به اضافه x2 هم چی کار میکنیم؟ اونم به ترتیب مینویسیم، این مقسوم، این مقسوم اون علیه، درست شد؟ اتفاقی که میفته میگه با مرحله دو اولین جمله مقسوم را بر اولین جمله مقسوم را تقسیم میکنیم تا پایین. نیا کن اینجا رو، یعنی شما باید نگاه این رو همیشه بر این تقسیم بکنیم و بعد بیایی باقی مونده‌اش رو کم بکنیم. در ادامه کار بازم این میمونه، بعد دوباره تقسیم بر این بشه. انقدر میری این محاسبات رو انجام میدی تا دقت بکنید تا باقی مانده شما، درجه باقی مانده شما از درجه مقسومانه شما کم بشه، کمتر در بیاد، یه درجه کمتر بشه. حتی اگه یکی هم در اومد، یعنی مثلا الان 3x2 اینم x2 چون درجهشون یکیه بازم باید ادامه بدیم. سپس در خارج قسمت بنویسیم حالا در کل مقسومون علیه ضرب کنه و حاصل عبارت رو از مقسوم کم میکنیم و این کار رو در هر مرحله ادامه میدیم. بیایم اینجا الان یه مثال نگاه بکنیم. مثال نگاه بکنیم چیکار بکنیم؟ دو سه تا مثال دیگه براتون می‌نویسم که بتونیم مطلب رو برامون خوب جا بیفته. خدمت شما عرض می‌کنم که می‌خوام تقسیم رو انجام بدیم. این عبارتی که ما داریم می‌بینیم شامل دو مجهول متفاوته. خب من چیکار می‌کنم؟ میام اون مجهولی که اینجا برای من اولویت داره، هر کدوم که دوست داشته باشی در نظر بگیری، اب نداره. خب یکیشو انتخاب بکنیم. ببینید اینجا نکتهشو نوشتیم. اگر در تقسیم چند جمله در مقسوم و مقسوم بیش از یک متغیر وجود داشته باشه، یکی از متغیرها رو در نظر میگیریم و تقسیم بر حسب اون انجام میدیم و متغیرهای دیگر اصلا انگار نمیبینیم، انگار عددن، انگار یه عدد داریم مواجه میشیم. مثلا نیا کنید، من میام چیکار میکنم؟ من متغیری که میخوام اینجا به دست بیارم، من x رو متغیر اصلی میبینم و نکته مهمتر ترتیبش رو و نظمش رو بر اساس توانهای x نگاه میکنن. اول توان x3 وجود داره، یعنی x3 y منهای 3 y2، ببینید منهای 3 x2 y منهای 4 y2، منهای 4 y4 رو سخایی میکنن. این هم همینطور x2 منهای y2 متغیر اصلی من کدومه؟ x دیگه، من در x رو نگاه میکنم، به y کار ندارم. حالا ببین چیکار میکنیم؟ این ما جمله اول تقسیم بر جمله اول، یعنی اینجا بنویسم، ببینید اینجا بنویسم x y تقسیم بر x2، اینا با هم تقسیم بشه چی میشه؟ میشه x y. خب x y رو بذاریم اینجا، این x y. حالا این بعد تو این ضرب بشه، این عدده. نیا کنید میگه ما 127 تقسیم بره مثلا 5. میگه ما دو رقم جدا میکنم، چه 2 5 تا 10 تا، این از این کم میکنم. ببین چیکار کردم، اینه تو این ضرب کردم، 12 تقسیم بره 5 میشه 2. 2 رو اینجا مینویسم، میگم حالا 2 5 تا 10 تا، حالا این بعد تو این ضرب چه مشابه این برم، 2 این تو این ضرب بشه میشه x y. من یه همزمان مثلا عددی باشه میدم جوری که با هم یکی در بیاد. اینم تو این ضرب بشه، ببین x y یه بار تو این، یه بارم تو این، میشه من های x y 3. من اصلا با y کار ندارم، اصلا مثلا مهم نیست. حالا اینجا نیا کنید تقسیم، یه در واقع ما اصلا کمشون بکنیم. اینجا چیکار میکردیم؟ بودیم 12 منهای 10، اونی که جداش کرده بودیم، ما هفته کار نداشتم.
میگه ما 12 منهای 10 چه 2 7 میومد پایین. اینجا باید همین کارو بکنی. چیکار میکنی؟ میگه آقا این منهای این کاری که انجام میدیم علامت اینا رو میتونیم عوض بکنیم. علامت این بشه منفی، این منفی بشه مثبت. حالا اتفاقی که میفته ایکس ایگر با این ساده میشه میره. چرا چیکار کردیم؟ از هم کمشون کردیم 12 منهای 10 این منهای این خداحافظ. حالا نیا کن در ادامه کار منهای 3x2y به ترتیب بازم دارم میگم اینو داریم از این کم میکنیم، حواستون باشه داریم اینو از این کم میکنیم، به ترتیب بزرگترین درجه x میاریم پایین. یعنی اول درجه 2 میاد پایین، بعد این درجه 1 با این علامت مثبت xy3 منهای 4 تا y میاد پایین. ادامه کار. حالا اگه تو عدد چیکار میکردیم؟ 27 به 5 میزدیم شد 5. 5 5 تا دیگه با این دوره کار نداشتم که 5 5 تا بودم 25 تا. حالا این از این کم کم شد 2. حالا این باید همین کار رو انجام بدیم. دوباره جمله اول به جمله اول اینجا بنویسم. اینجا میشه منهای 3 تا x2 y تقسیم بره x2. x2 با هم ساده میشه، میشه منهای 3 y. خب منهای 3 y رو بزنیم اینجا. حالا بیام این منهای 3 y رو تو این ظرف کنم. من با x2 کار دارم خیر، کما که اینجا با این 2 کار نداشتم. پس میام اینو تو این ظرف میکنم، میشه منهای، خوب دقت کنید الان اینو دارم تو این ظرف میکنم، میشه منهای 3 تا x2 y. این هم تو این ضرب میشه، میشه منهای چی آقا؟ منهای 3 تا ایگرگ 3. حالا این رو از هم کم بکنیم. علامت اینو میکنم مثبت، علامت اینو میکنم مثبت. این با این قرینه است خداحافظ، کلا ساده میشه. حالا چی میمونه؟ حالا چی میمونه؟ خوب دقت بکنید. ایکس ایگرگ 3 منهای این ایگرگاش رو با هم مساوی، یعنی میشه در واقع به ترتیب، بازم دارم میگم به ترتیب چی؟ به ترتیب توان مجهولی که میخوام از کوچیک، یعنی x y من به علاوه، به علاوه منفی شد به علاوه، به علاوه 3 y منهای 4 y. بازم جمله اول به جمله اول نگاه کنید، x توانش از اون کمتر شد دیگه، تقسیم نمیشه که x y به x رو ساده میشه، خیلی ساده نمیشه، چون توانش چی شد؟ توان اون یکه، توان اون دوه. توان کی یکه؟ نگاه کن توان این یکه. یعنی چی؟ یعنی درجه مقسوم از مقسوم نره کمتر شد. y اینجا حسابش کردیم مهم نبود برای ما. پس الان اتفاقی که داره میفته ببینید، من الان رسیدم به این، الان عددش هم حساب بکنم، آیا 2 به 5 تقسیم میشه؟ میگیم خیر، چون 2 به 5 تقسیم نمیشه دیگه چیکار میکنیم؟ عملیاتو متوقف میکنیم، میگیم خداحافظ دیگه باش کار نداریم. میگیم آقا این الان هست خارج قسمت، به این میگن خارج قسمت. به کل این چی میگن؟ میگن باقی مانده. به این هم گفتن مقسومون الی، به کل این هم میگن مقسوم. اوکی اینم از این. اینجا نمیشیم آقا در تقسیم چند جمعی هم توضیحش دادم اینجا، اینم از این. بریم یه چند تا مثال هم حل بکنیم که دوستان مثال رو قشنگ یاد بگیرن. چند تا مثال حل بکنیم، من همجوری از ذهن خودم الان یه مثال اینجا بنویسم. اینجا مثلا نیا کنی تو این مثالی که هر جا اینجا داریم الان باهاش صحبت میکنیم، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. مثلا یه مثال من اینجا بنویسم، داریم مثلا x4 به علاوه 3 تا x2 منهای x منهای 1. اینو میخوایم تقسیم بره چی کنیم؟ تقسیم بره x منهای 1 میخوایم بکنیم. این الان مقسوم، این مقسومون علیه، میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام این تقسیم رو انجام بدیم. من گفتم آقا جمله اول تقسیم برای جمله اول اینجا بنویسم. دقتم بکنید این نوشتن هایی که در اینجا اتفاق میفته، اگر تسلط و تبحر تو حل مسئله داشته باشی، اتفاقی که میفته دیگه نیازی نیست این کارو انجام بدی، ولی این کارو انجام من میدم که دوستان یاد بگیرن.
جمله اول تقسیم بر جمله اول حاصل میشه x 3 بذار اینجا میشه x 3. حالا اینه تو جمله بالا ضرب کنیم، x در x میشه x 4، x منهای 1 میشه x 3 منهای x 3، منها مثبت، اینا هم ساده میشه. به ترتیب توان از بزرگ به کوچیک بیاریمش پایین، اول مثبت x میاد پایین، ما بقیه هم در ادامه کار میان پایین، میشه 3x2 منهای x منهای 1 در ادامه. جمله اول بازم x تقسیم بر جمله اول که x حاصل میشه x2، x2 رو میذاریم اینجا. حالا x رو در اون ضرب میکنیم، من بودی با x کنم، x در این ضرب میشه، میشه x منهای x منفی مثبت، اینا با هم ساده میشه، علامت عوض میشه ها، قرینه میشه، 3x رو میاد پایین. خوب دقت کنید ها، منفی x با مثبت x خداحافظ، ساده میشن منهای 1. یه بار دیگه 3x رو اومد پایین، منفی x با مثبت x خداحافظ، منهای 1 هم میاد پایین. حالا دوباره جمله اول ببین انقدر بعد ادامه بدی تا این مقسومه توانش از اون مقسوم نداره یه واحد کمتر بشه، فعلا که یه واحد بیشتره. میگیم آقا 3 تا x2 تقسیم بره x میشه چند؟ 3x، 3x بره اینجا میشه. حالا 3x رو ضرب کنید میشه چی؟ میشه 3x2 منهای 3 تا x، اینا با هم ساده میشه، میمونه چی؟ 3x منهای 1. آقا تموم شد؟ نه تموم نشد، توان مقسوم درجه مقسوم یک، هنوز 3x یکه، این هم هنوز یکه، پس ادامه داره. جمله اول تقسیم بر جمله اول میشه 3، سو بزن اینجا 3 تو بالا ضرب شه میشه 3x منهای 3، این منفی این مثبت، این ما ساده میشه، 3 منهای 1 2، این باقی ماندهش میشه 2، این چیه؟ این خارجه قسمه. آقا میشه این عبارت رو بنویسی به قسمت ضربی؟ بله میشه بنویسم، نگاه کن اینجا رو، میشه مقسوم علی، یعنی این اگه ضرب داره این بشه، ضرب داره x به علاوه این توانش دوه جا انداخته، x2 به علاوه 3x به علاوه 3 با دو باقی مانده جمع بشود میشه اونی که اون بالا شد، میشه x4 به علاوه 3x2 منهای x منهای 1. این خیلی مهمه و بسیار اهمیت داره تو بحث عملیات و تو تقسیم ها و به شدت تو پایه 12 هم تو کنکور کاربرد داره. مثلا بعدش رو نیا کنید، یه مثال دیگه دو متغیره بریم، یه دو متغیره شو برم ببینم که این چه مدلیه، نیا کن دو متغیره شو. مثلا داریم x4 منهای x2 y2 منها به علاوه y4 تقسیم بر x منهای y x2 منهای y2. بیام یه عملیات انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. جمله اول خوب دقت کنید رفقا، متغیر اصلیمو چی میگیرم؟ x میگیرم. حالا تو میگی آقا چرا انقدر x رو دوست داری؟ خب y رو میگیرم. خب بعد اینا همه جا بعد چینشش میرزه به هم، یعنی y رو میاد اینجا، این که سرجش x شده میاد این بر. اینم دقت بکنیم چه اتفاقی میفته، اینم الان جابجا میشه، ولی فعلا من متغیر میخوام x بگیرم، فرقی به حال من نمیکنه، من الان متغیرم رو میخوام x بگیرم، متغیر اصلی من xه، من میخوام x بگیرم. خب چیکار میکنه؟ میگیم آقا جمله اول به جمله اول، یعنی x4 تقسیم بر x2 حاصل میشه x2، x2 x2 اینجا باشه ضرب کنیم میشه x4
من های x2 y2 قبول؟ خب یه منفی بدم یه مثبت بدم، این با این ساده میشه، اینم با این کلن ساده میشه. اون منفی x و y2، این من مثبت x و y2، خداحافظ میرم با هم. چی میمونه؟ y 4. خب ادامه بدیم. آقا توان این 4 توان اون 2. نه آقا متغیر x، متغیر x، x وجود نداره که تقسیمش بکنم. پس به این میگیم خارج قسمت، به این میگیم باقی مانده، باقی مانده. اینم از این. این تو بحث عبارت های جبری، عبارت های گویا، اصل موضوع تو بحث عبارت گویا بحث اتحاد تجزیه است، خیلی مهمه. و این تقسیم چند جمله بر چند جمله ای خیلی کاربرد داره. خیلی از بچه ها تو این محفظ گیر و گور دارن، مشکل دارن. خواهش کرد دوستان دارم و تمنای که رفقای عزیزم دارم به عنوان حالا آخرین مطلبی که دارم خدمتتون تدریس میکنم این هستش که حتما رو مباحث پایه نهم، به خصوص رو بحث اتحاد تجزیه، عبارت‌های گویا و معادله خط، روی مباحث خیلی وقت بذاریم. و به عنوان یک معلم خدمت شما توصیه میکنم اگر میخواییم تو مباحث ریاضی به مشکل نخوریم، هر چه زودتر و هر چه سریعتر بیایم مشکلاتمونو و نقاط ضعفمونو زودتر برطرف بکنیم. اگه بری تو پایه دهم بخوای این کار انجام بدی، کافی یک سری از رقبای تو قبلش این کار کرده باشن، تو رو میگیرن و تو بخوای اینا رو بگیری. حالا تو پایه دهم هم مباحث دهم وجود داره، هم نقاط ضعف و قوت تو وجود داره که ضعفاتو باید پوشش بدی. منی که مثلا توی مباحث ساده محاسباتی مشکل دارم، نهم، پایه نهم پایه خیلی سبکتری از نسبت پایه دهم. پایه دهم خیلی پایه سنگین تریه. بعد ببینید تو پایه دهم نگاه میکنید، دهم انقدر سنگین نبود، یازدهم خیلی سخت‌تره. و بعد نگاه میکنید دوازدهم سنگینه. علت این که سنگین میشه پایه کنکور، علتی که دوازدهم خیلی برای بچه‌ها سنگین هست، دلیل اصلیش حجم مطالب نیست، دلیلش اینی که بچه‌ها سال به سال مشکلاتشون رو بیشتر با خودشون میارن تو پایه بعدی. یعنی من مثلا یه سری مشکلات تو پایه نهم دارم، اونا هم میرن تو دهم. خب هم مباحث دهم همون مشکلات من تو نهم، میرم تو یازدهم مشکلات نهم و دهم رو میارمش تو یازدهم، میرم دوازدهم تمام مشکلات دوران تحصیلمو میخوام تو یک سال جمع بکنم تو یک ماراتونی به نام کنکور، خب اونجا آسیب میخورم. پس من به رفقای خودم، به دانش آموزان عزیزم توصیه میکنم رو چند تا فصل ریاضی دهم خیلی کار بکنیم. یکی فصل توان و ریشه، یکی بحث اتحاد و تجزیه فصل پنجم، یعنی فصل چهار، فصل پنج و فصل شیش. معادله خط خیلی مهمه، خیلی پرکار برده. و عملا دو سال دهم معلم شما نمیتونه خیلی فرصت بذاره و خیلی نمیتونه به شما وقت بده که تو خودتو برسونی. تو باید تو یک بازه زمانی خودتو برسونی. بهترین موقعش از الانه. از الان که داری واسه آزمون ورودی مدارس مختلف به خصوص مدارس سلام خودتو آماده میکنی، نقاط ضعف خودتو از الان برطرف کن. منابع تستی زیاده، کتابای تستی مختلفی هست، نمونه سوالات مختلفی هست، شروع کن کار کردن. روزی یک ساعت وقت بذارین، چیزی از من و شما کم نمیشه. میتونی بازی بکنی، میتونی مثلا خیلی کارهای دیگه انجام بدی. وقت مثلا کارهای پرتت رو روزی یک ساعت 60 دقیقه چیزی نیست، ولی بعدا نگاه میکنی میبینی که این موضوع بهت خیلی کمک میکنه. نگاه میکنی تو رو جلو میندازه، از رقبات تو رو جلو انداخته، بهت فشاری نمیاد. روزی یک ساعت ریاضی کار کردن مثل نمک رو غذاه. ولی بعدا مجبوری چیکار بکنی؟ تو پایه دهم مجبوری، تو پایه یازدهم یهو بیای مثلا تو یه هفته، تو ده روز همه این مشکلات رو جمع بکنی، پر فشار میشه. چرا بعضی از بچه‌ها ریاضی بعدشون میاد؟ چرا حالشون به هم میخوره؟ میگن آقا ما دیگه واقعا ریاضی خوشمون نمیاد. چرا؟ ریشه اصلیش تو اینه که شما تو موقعیت‌ها و تو اون فضاهای مهمی که باید میومدی ریاضی رو جمع میکردی جمع نکردی. حالا تو فورس افتادی، تو فشار افتادی، مثلا شب امتحان میمونه، باید جمعش بکنی. و این باعث شده که چه اتفاقی میفته؟ حالا ریاضی بدت میاد. خواهش کرد رفقای عزیز دارم اینه که روی این موضوع کار بکنیم. ریاضی درسی نیست که من بخوام روخونی کنم، روزنامه ای بخونم. روزنامه نیست که بعد بخونی.
بدونیم اینو ریاضی یعنی این قلم این چک نویس بعد شروع کنی چک نویس حل بکنی بعد بنویسی باید رو کاغذ ببری جلو میزان مطالعه تو درسی مثل ریاضی یعنی تولید چک نویس زیاد حواست باشه این از من یادگار داشته باشی شاید خیلی جاهای دیگه بتونه نگن من این دارم بهت میگم اگر میخوای تو ریاضی موفق بشی باید تولید چک نویس بکنی یعنی میگی آقا من امروز 5 ورق چک نویس نوشتم تو یه ماه 100 ورق چک نویس نوشتم تو یه سال مثلا شده مثلا 1000 ورق چک نویس این میشه ریاضی خوندن یه وقتی من به بعضی از بچه‌ها میگم آقا دیروز چقدر ریاضی خوندین میگم 3 ساعت ریاضی خوندم میگم حاصل تلاشت کو حاصل تلاش اون دانش آموز کجاست چک نویساشه این که بیاد بگه آقا مثلا من جزوه رو خوندم روخونی کردم این خیلی عملا به درد من شما نمیخوره اگرم جزوه رو خونی کردی اگرم مثالهای دیگه جاهای دیگه رو حل کردی باید حل کرده باشی این دستت باید به حل رفته باشه اگر این کارو نکنی از رقابت عقب میافتی اینو حتما من خواهش کرد دوستان عزیز دارم از الان که دیگه داری کم کم درگیر آزمون ورودی میشی بدونی که آقا روز یک ساعت از الان وقت بذاری امیدوارم موفق و معید باشی و به زودی انشاءالله تو مجموعه سلام شما رو ببینیم و بتونیم بهترین خدمات و خدمت شما ارائه کنیم موفق و معید بشین سلامت بشین خدا نگهدار شما